من چیزیست مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح، و چنان بیتابم که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه. دورها آواییست که مرا میخوانند. درود بر تو فرزند محبوب خداوند که هر لحظه قلبت برای دریافت فیض او که ابدیست باز است و جانت تشنه آوایی که تو را بخواند. افتخار این رو داریم که امروز هم میهمان خانه های گرم شما باشیم. با یکی دیگه از برنامه های دنیای زن در خدمت شما هستیم. امروز در مورد خودارضایی و پورنوگرافی صحبت خواهیم کرد و به این موضوع خواهیم پرداخت که چطور میتونیم در مقابل این مسائل بایستیم. توکتم خیلی کوتاه قسمت های از کلام خدا رو در رابطه با همین موضوع با ما در میون میذاره. سوزان مثل همیشه با یک ایده آسون اما کاربردی به ما کمک میکنه تا آیه هفته رو راحت تر به خاطر بسپاریم. من و لادن هم با بهار عزیز یه چای خوردیم و سعی کردیم به چند تا از سوالات شما جواب بدیم. در آخر هم با نیلوفر عزیز همراه میشیم و برای دقایقی دعا و پرستش خواهیم داشت. پس تا انتهای برنامه جایی نرید که کلی قسمت‌های متنوع براتون داریم. سلام به تو دوست عزیزم که با ما در این برنامه همراه هستی. مخاطبین این سری برنامه‌های ما مجردا و چالش‌ها و نیازهای اونها است. یکی از موضوعات سخت این سری برنامه ما موضوع خودارضایی هستش. قصد ما این نیستش که از جنبه روانی این موضوع بررسی کنیم، چون که شما میتونین مقاله ها و مطالب مفید زیادی رو در گوگل جستجو کنین و راجع به این موضوع مذرات و علل اون تحقیق و بررسی بکنین. اما امید و دعای ما امروز اینه که اگه تو دوست عزیزم به نوعی درگیر یا اسیر این موضوع، یعنی موضوع خودارضایی هستی و یک عادت در زندگی تو شده، خداوند تو را آزاد بسازه و راهکارهای خودش و حکمت خودش رو به تو عطا کنه تا بتونی بر این وضعیت غالب بیای. شاید به عنوان یک شخص مجرد که شریک زندگی نداری و این نیاز طبیعی در تو بیدار هست، در چالش هستی که چطور با این موضوع کنار بیایی یا چطور با این موضوع برخورد بکنی. شاید در کشمکش با خودت هستی که این هم مثل هر نیاز دیگه بالاخره باید به اون پاسخ بدی و به خود ارضایی دست میزنی. شاید فکر تو اینه که رابطه نامشروع با هیچ مردی نداری، ولی خب باید این نیاز بدن تو فراهم بسازی، یا بالعکس یک مرد هستی و میگی یک زن نداری، ولی به هر حال این نیاز رو در خودت میبینی که این باید برآورده بشه. البته که رابطه جنسی یک اشتیاق طبیعی هست و ایده رابطه جنسی یک موضوع کثیف و ناپاک نیست، اما باید در جایگاه خودش باشه که در واقع جایگاهش در ازدواج هستش. اما موضوع اینه که هورمونای ما فعال هستن چه ازدواج کرده باشیم و چه ازدواج نکرده باشیم. این نیاز و کشش در بدن ما هست و بدن ما خواستار اینه که به نیازش پاسخ بدیم. مثلا حتی از همون بدو تولد کودکان کنجکاون و دنبال کشف بدن خودشون هستن. دوست دارن که تمایلات غریزی خودشون رو برآورده کنن و هورمونا هم در سن بلوغ و در ادامه جوانی بسیار فعال هستن و بسیار تحریک پذیر هستن و این طبیعیه که نیازهای جنسی به نوعی در شخص بیدار میشه. بنابراین یک چالش بزرگ برای شخصی که مخصوصا ازدواج نکرده، که البته به شما بگم در میان متأهلین هم دیده میشه، موضوع خودارضایی هستش. مشکل خودارضایی مربوط به زن و مرد، اینطور نیستش که این مشکل فقط مربوط به مردان هستش. کلام خدا راجع به موضوع خودارضایی به اون ببینیم که چجوری به اون میپردازه و دیدگاه کتاب مقدس راجع به این موضوع چی هستش. کلام خدا واضحا میگه که مقدس باشیم و بدن ما به عنوان معبد روح القدس شناخته میشه که حضور خدا در اون ساکن میشه.
در کلام خدا کتاب مقدس در اول قرنتیان باب 6 آیه 18 اینطور میگه که از بی‌عفتی بگریزید، هر گناه دیگر که انسان مرتکب بشه بیرون از بدن او هستش. اما کسی که مرتکب بی‌عفتی میشه نسبت به بدن خودش گناه میکنه. کلام خدا به وضوح درباره شهوت صحبت میکنه. عیسی مسیح میگه حتی اگه به زنی به دیده شهوت نظر بیاندازی زنا کردی. شهوت چیزیه که در فکر داره اتفاق میفته و در فکر داره این یک عملی اتفاق میفته و خود ارضایی یک نوعی از رابطه جنسیه. اینطور نیستش که فقط بدن تو داره عمل میکنه، بلکه کسی که داره این عمل رو انجام میده در فکرش شهوت هستش وقتی که در حال انجام این عمل هستش. بنابراین اینطور میتونیم نتیجه بگیریم که کلام خدا عمل خود ارضایی رو گناه میدونه و مورد قبول نیستش. اما چطور میتونیم از این موضوع که اینقدر کشش و قدرت داره غالب اومد؟ قبل از هر چیز در حضور خدا با فروتنی توبه کن و گناه خودتو اعتراف کن تا بخشیده و آزاد بشی. خدا امین و عادل و قادر، هر که به حضور او با فروتنی بیاد و توبه کنه ببخشه و آزاد بسازه. اما اجازه بده که روح خدا فکر تو که درگیر این موضوع هست و فکر تو که دائما روی این موضوع میره پاک بسازه. اینطور نیستش که تنها کار خداست، ما هم مسئولیت داریم. خدا ما رو دعوت کرده که افکارمون رو از طریق اندیشیدن به اونچه که پاکه، به اونچه که مقدسه، به اونچه که از بالاست پاک نگه داریم. همونطور که در فیلیپیان باب 4 اینطور میگه که به هر آنچه والاست، هر آنچه که درسته، هر آنچه که پاکه، هر آنچه که دوست داشتنی و هر آنچه که ستودنیه به دان بیاندیشید. لازمه که افکارت محافظت کنی، مواظب و مراقب اون چیزی که بهش میاندیشی باش. از دیدن پورن که در واقع مردان نیستن که فقط اسیرش هستن، زنام اسیر همچین موضوعی هستن، لازمه که دوری کنی. یا فیلمایی که صحنه‌های سکس رو به نمایش میگذاره، اینها نه تنها باعث تحریک هورمون‌های جنسی میشه، از طرف دیگه ذهن تو هم درگیر میسازه. اگه شما گرفتار این وضعیت هستی، لازمه که کسی که امین هستش بخواین که خودتون رو راجع به این موضوع با اون شخص پاسخگو بدونین و این موضوع با او در میون بگذارین، که صد البته خواهران با خواهران و برادران با برادران. و در انتها این که خدا قدرت داره که ما رو از هر گناه و ناپاکی آزاد بسازه. واقعا دعا کن که خدا تو رو از این گناه و عادت آزاد بسازه. در دعا بطلب که روح القدس بیاد و از قدرت روح القدس پر بشه. خدا تو دوست عزیزم و هر کدوم از ما رو به پاکی خونده شدیم که تو این رابطه پاک با خداوند باشیم. بدن ما برای خداوند ارزشمنده و معبد روح القدسه و جایی که خدا میخواد جلال بیابه. در انتها نفس تو انکار کن، نگذار که نفس تو بر تو غالب باشه و کنترل تو رو در دست داشته باشه. در کلام خدا کتاب غلاطیان باب 5 اینطور میگه نفس ما تمایلات زیادی داره و به تمایلات نفس اشاره میکنه. خداوند هشدار میده که کسانی که زندگی خودشون رو به دست تمایلات نفسشون سپردن از پادشاهی خدا محروم خواهند شد. در کلام خدا کتاب مقدس در رومیان باب 6 هم اینطور میگه که ما نسبت به گناه مرده هستیم و نباید بگذاریم که گناه در بدنهای فانی ما فرمان برانه تا امیالمون رو اطاعت کنیم. و نیز میگوید که نگذاریم اعضای بدن ما تسلیم گناه بشه تا ابزار شرارت باشن، بلکه خودمون رو به خدا تسلیم کنیم. اگه به عیسی مسیح تعلق داری، نفس رو با تمام هوس‌ها و تمایلاتش بر صلیب بکش و اون رو انکار کن و خودت رو به خدا تسلیم کن. از روح القدس بخوا که تو رو پر بسازه و بر طبق روح زندگی کن. بگذار که انکار این خواسته جسم تو باعث جلال
کمال خدا بشه. میلی که خدا در بدن تو خلق کرده به این معنی نیستش که در هر وضعیت و شرایطی باید به اون پاسخ بدی. رابطه جنسی برکت و هدیه‌ای هستش که از جانب خدا هست و باید اونو در ازدواج استفاده بکنی. بگذار که بدن تو هم پاک و محفوظ نگه داشته باشه برای خداوند و همینطور برای همسرت. دعای من امروز اینه که خدا تو رو پر از روح القدس بسازه، تو رو تقدیس کنه و تو رو از این عادت گناه آلود آزاد بسازه، تو رو قدرت ببخشه که بتونی بر این گناه غالب بیای. در ادامه برنامه بریم به کارگاه سوزان که مطمئنم ایده تازه‌ای برای ما داره. مرسی عزیزان که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. آیه امروز ما دوم تیموتائوس باب 2 آیه 15 هست. سخت بکوش که مقبول خدا باشید. همچون خدمتکاری که او را سببی برای شرمساری نیست و کلام حقیقت را به درستی به کار می‌بندد. آمین. امروز می‌خوایم با هم یک کاردستی زیبا درست کنیم که هم به درد کریسمسمون میخوره و هم که میتونیم در جاهای مختلف ازش استفاده کنیم تا آیه مورد نظرمون در معرض دید ما باشه و اونو بتونیم به خاطر بسپاریم. برای درست کردن این کاردستی ما نیاز به یک کاج داریم، چوب پنبه داریم، رنگ گواش یا هر رنگ دیگه که برای شما استفاده از اون راحت تر هستش. از گلیترهای چسبی هم خوب میشه که بتونیم استفاده کنیم، چسب ماتیکی و براش و یک گیره کوچیک هم مورد نیاز هست. در انتها آیه رو میتونیم تو این قسمت قرار بدیم. امیدوارم که از کاردستی امروز هم لذت برده باشید و به راحتی بتونید اون رو درست کنید. خدا نگهدار. توجه شدید که ما سعی میکنیم، یعنی سعی ما برای اینه که سوالات شما عزیزان رو با همدیگه بررسی کنیم. شما هم خب طبق معمول برای ما سوالاتتون رو فرستادید، پس تشویقتون میکنم اینجای برنامه رو با ما همراه باشید. لادن جون، سارا جون، مرسی که باز مرسی. با مایید. دو تا سوال هست. خب میدونیم موضوع در مورد خودارضایی، حالا اگه بخش هر دوش، اگر نه یکیش. اوکی. عزیزی برای ما نوشتن که برای ما جوان‌ها از طرف نیازی به نام نیاز جنسی مطرح میشه و از طرفی میگن که خودارضایی گناهه. متاسفانه ازدواج کردن هم تو این زمینه خیلی سخت شده و تنها رایی هم که نیاز جنسی برطرف میشه ازدواجه. خواستم بدونم جوانی مثل من که نمیتونه ازدواج بکنه و سرشار از نیاز جنسیه، چطور میتونه بدون رفتن سراغ خودارضایی خودش رو تخلیه کنه؟ خوبه که این عزیز بدونه که نیاز جنسی نیازی نیستش که اگر من الان بهش رسیدگی نکنم مثل آب نخوردن و غذا نخوردن از بین میره و تمام. خوبه که
به جای اینی که انقدر تمام تمرکزش این باشه که چطور این نیاز رو برطرف بکنه، اینه که به چیزهای دیگه فکر بکنه. خیلی کارا هست. اول از همه ما فکر کنم تو برنامه‌های مختلف این رو گفتیم که چقدر مهمه که ما به فکر خودمون انضباط بدیم. کنترل فکر ما دست خودمونه. همه چیز از روی این سره. از روی این فکر من میتونم که خودم رو کنترل، فکرم رو الان روی چی بذارم. کلام خدا توی کتاب فیلیپیان، فکر میکنم که فیلیپیان باب 4 هستش. بله الان من برای شما عزیزان بخونم که داره روی این تاکید میکنه که فکر ما میتونه که روی کجا قرار بگیره. پولس داره میگه در پایان ای برادرم هر آنچه راست است، هر آنچه بالاست، هر آنچه درست است، هر آنچه پاک است، هر آنچه دوست داشتنی و هر آنچه ستودنی است، بدان بیاندیشید. این زیباست، این قشنگه. من میتونم که به جای این که فکر کنم که الان این فکرمو از اینا باید تخلیه کنم، یادن این نیستش که من بگم که خب به خاطر اینکه نیاز جنسی من برطرف بشه من ازدواج کنم. چقدر جالبه که خود ایشون میگه گناهه، مثل این میمونه که من میگم میدونم آتیش میسوزونه ولی حالا چه اشکال داره بهش دست بزنم؟ خب اشکالش اینه که تو میسوزی، چیزی که برای تو عادت بشه، چیزی که دائما باشه، خب گناهه. بله و اعتیاد میشه. میدونی این الان اگر نتونه روی این موضوع کار بکنه بعد از ازدواجش هم این اعتیاد روش میمونه. بلادن چقدر ها شنیدیم، چقدر ها دیدیم، چقدر اومدن پیش ما که در گذشتهشون دائم این اعتیاد خود رضایی رو داشتن، وقتی که ازدواج کرده با لذت رابطه جنسیشو نبوده، چون که در فکرش تمام اون چیزا میاد، صحنه ها انگاری ثبت شده هست و چقدر هم گناه های بیشتر میاد، چون تو داری یه چیز بعد تصور کنی و اینو انجام بدی. خب این و عمیق‌تر بزرگتر میشه و چقدر هم آسیبای جسمی و حالا غیر از روانی جسمی به خود اون همسر مقابلت هم میتونه چقدر خودشون این که از نظر علمی هم ثابت شده که این مسئله ارضای نیازها از طرف اون شخص به خودش آسیب جسمی میزنه. بله واقعا من فکر میکنم خیلی مسئله مهمیه. توی اون رفت که گفتن آسیب نمیزنه به کسی، اولین نفر به خودش میزنه. بله مرسی، واقعا مرسی از وقتی که دادید. مرسی، توی ادامه زبط میدونم میخواید برید، قوت خدا با هاتون باشه. مرسی، خداحافظ. عزیزان در ادامه برنامه با ما همراه باشید. عزیزان به این قسمت برنامه هم خوش اومدید. ممنون به خاطر قلب‌های مهربون و همراهی صمیمانه‌تون. مطابق روال برنامه اجازه بدید چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو بخونیم. معصومه جعفری عزیز نوشتن: سلام خدمت عزیزان خداوند. برنامه مثل همیشه عالی و پربرکت بود. ممنون از تک تک شما برای تهیه این برنامه. معصومه جان مرسی برای تشویقت. شهربانوی عزیز نوشتن: با سلام خدمت شما عزیزان دل، ممنون از همه کسانی که تلاش کردند برای ضبط این برنامه. برکت و شالوم مضاعف خداوند با شما. مرسی شهربانو جان، واقعا ممنون. عزیزان راه‌های ارتباطی با ما رو میبینید، حتما باز هم برای ما بنویسید. خب دوستان، موضوع این هفته رو با هم دیدیم. شنیدیم که دیدگاه کتاب مقدس در مورد خودارضایی و پورنوگرافی چی هست و چه راهکارهایی برای این موضوع وجود داره. بله، خداوند اونقدر قدرت داره که بتونه به ما کمک کنه. او قادره که ما رو از هر گناه و ناپاکی آزاد کنه. فقط کافیه دعا کنیم و با قلبی تو به کار با اون همکاری کنیم. آمین. سارا جان دعا کنیم که همین لحظه با عزیزانی که در خونه نشستن و دعا کنیم که خداوند قوت و شفا و آزادیش رو به تک تک کسانی که با این مسئله دارن دست و پنجه نرم میکنن ببخشه. حتما لادن جان، خیلی هم عالی میشه که خودت ما رو در این دعا هدایت کنی. حتما خداوند به حضور تو میایم که خدای قدوس و امین هستی. خداوندا شکرت میکنیم که تو خدایی هستی که ما رو با هر وضعیتی که هستیم در حضور خودت میپذیری. خداوندا
ممنون تو هستیم که برای تو خداوندا شخص گناهکار و بیگناه خداوندا ارزش دارن و تو عزیزانی که خداوند در گناه پورنوگرافی خود ارضایی هستن رو رد نمی کنی، بلکه به اونها میگین که بیایید نزد من. خداوند تو میخوای که تک تکشون رو از این گناه آزاد بکنی، چون تو خدایی هستی که برای گناه ما بر روی زمین اومدی. خداوند دعا میکنم برای این عزیزان، برای کسانی که خداوند در این اسارت گناه خود ارضایی هستن. خداوند شاید خسته شدن، شاید نمیدونن که چطور باید از این مسئله بیرون بیان. دعا میکنم که خداوند تو اونها رو مدد کنی. خداوند دعا میکنم که از اونها محافظت کنی، از فکرشون، از چشمانشون، خداوند از گوشهاشون تو محافظت کنی. خداوند کلام تو میگه که چشم چراغ دله. خداوند دعا میکنم به نام عیسی مسیح، خداوند هر آن چیزی که باعث میشه که این گناه از چشمان اونها به دل و زندگی اونها وارد بشه، خداوند تو خداوند به اونها حکمت ببخشی، به اونها با روح قدوس خودت هشدار بدی که از دیدنش خداوند جلوگیری کنن. دعا میکنم در هر وسوسه ای که وارد میشن برای این گناه، خداوند تو راه فراری ایجاد کنی، مردان و زنان امین در کنارشون قرار بدی. آمین. تا کمکشون کنن که از این گناه رها بشن. خداوند تو جواب تمام نیازهای ما هستی و تو آماده هستی که ما رو کمک کنی. شکرت میکنیم در نام عیسی مسیح. آمین. آمین. تا دیداری دوباره، مهر خداوند و آرامش او مثل باران بر زندگی هاتون بباره. آمین. خدا نگهدار. مرا میپذیری تو با خون پاکت عیسی، و دانم بهایی که دادی بهرم. با وجود خطا، سنگینی گناهان، مرا میپذیری خداوندم. تویی ملجای من، تویی امید من، پوشانیدی مرا با خون خود در حضور تخت پدر.
سو